قاتل مصطفی عزیزیار بالاخره توسط کشور تاجیکستان دستگیر شد. مصطفی عزیزیار مجری موفق و توانای کشور توسط چه کسی به قتل رسید؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی مصطفی عزیزیار در کشور تاجیکستان و گریه های همسرش که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. مصطفی عزیزیار یک تن از مجریان موفق، توانا و با استعداد کشور بوده، شهرت و محبوبیت خاصی در میان رسانه های افغانستان و کشور تاجیکستان داشته است. مصطفی عزیزیار از سن نوجوانی کار در رسانه ها را آغاز کرد و با شهرت و محبوبیت خاصی که داشت توانست دل میلیون ها افغان را به دست آورد. مصطفی عزیزیار در تلویزیون تلو نه تنها برنامه می ساخت بلکه مدیر موفق هم بود. مصطفی بعد از تحولات سیاسی در افغانستان با خانوادهش رخت مهاجرت به کشور تاجیکستان بست، ولی نتوانست از کشور تاجیکستان به کشور دیگر پناهنده شود و در کشور تاجیکستان مانند قبل به کارهای رسانه‌ایش می پرداخت. مصطفی با دختر امیرجان صبوری ازدواج کرده است و ثمره ازدواجش دو فرزند می باشد. مصطفی همکاری هنری خوب با تلویزیون جهانی فضا و چینل یوتیوب باربود موزیک داشته است و در این اواخر آهنگ های همسرود که مورد حمایت افغان ها قرار گرفت. تازه تصاویر مصطفی عزیزیار در صفحات مجازی نشر می شود که وی به شکل مرموز به قتل رسیده است و قاتل مصطفی عزیزیار خوشسرش امیرجان صبوری بوده است. این خبر در چینل های خبری تلویزیون های تاجیکستان به نشر رسیده است، ولی تا کنون خانواده مصطفی عزیزیار در خاموشی کامل به سر می برد و جزئیات بیشتری در این باره ابراز نکردند. ما آرزوی خوشبختی و سعادت برای تمامی شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. اگر دوست دارید بیننده تازه ترین ویدیوها باشید، پس کانال دنیا اینفو را سابسکرایب کنید تا جذاب ترین ویدیوهای این کانال آگاه شوید. نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران مصطفی عزیزیار به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر، تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.